أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك أنت العليم ولا فهم لنا. از آیه گذشته سلسله انعامات الهی بر بنی اسرائیل شروع شد. خداوند تعالی چندین نعمت و چندین لطف بر بنی اسرائیل که عنایت داشتند در این آیات بیان فرمودند. اولی را خواندیم، و اذ نجیناکم من آل فرعون. ای بنی اسرائیل، نعمت خدا بر شما این بود که شما را از آل فرعون ما نجات دادیم. دومین انعام را می خوانیم، دومین احسان و لطف الهی را می خوانیم. و اذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. ما شکافتیم، و اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که ما شکافتیم، بكم با سببی است، یعنی بسببكم. این نیست که راه دریا از قبل باز بود، راه دریا از قبل مفتوح بود، نه، بلکه به سبب شما ما راه دریا را شکافتیم. فانجیناکم، شما را نجات دادیم. و اغرقنا آل فرعون، و غرق کردیم آل فرعون را. این احسان دوم پروردگار بر شما. واقعیش که برای شما مشخصه، زمانی که بنی اسرائیل به تنگ آمد بعد از سالها شکنجه، جور، ظلم، و حتی بر موسی علیه السلام منت گذاشتند که شما از وقتی که شما آمدید ما بیشتر اذیت و آزاریم. موسی علیه السلام تمام اسلوبهای دعوت را و تدابیر را برای ایمان و هدایت فرعونیان بکار برد، نتیجه نداد. بالاخره ظلم به اوج رسیده بود، شکنجه به اوج رسیده بود. آخر خدای عزوجل تدبیری برای نجات بنی اسرائیل نشان دادند. اون این بود که به موسی علیه السلام دستور داد که قومش را، بنی اسرائیل را بردارد و به طرف شام حرکت بکند. موسی علیه السلام شبانگاه مخفیانه حرکت کردند. تمام بنی اسرائیلی ها رفتند. صبح وقتی که فرعونیان متوجه شدند، دیدند هیچ کس از بنی اسرائیل نیست، همه رفتند. فرعون بسیار عصبانی، ناراحت، با تمام لشکر را و ارتشی که در اختیار داشت به همه دستور آماده باش داد و همه را جمع کرد و دنبال موسی علیه السلام به راه افتاد. موسی علیه السلام از اون جایی که راه را اشتباه رفته بودند به طرف دریای سرخ یا دریای قلزم، به طرف دریای قلزم رفتند، همون دریای سرخ است. اونجا که رفتند دیدند که راه مسدود، راه بسته است، و میخواستند برگردند متوجه شدند که
لشکری بزرگ از دور داره میاد. لذا بنی اسرائیل پریشان شد و موسی علیه السلام گفت که شما نگران نباشید. موسی پیامبر خدا بود و یقین و باور داشت که الله تعالی تدبیری می فرماید. لذا الله دستور داد به موسی علیه السلام که باز هم عصا را به دریا بزن. وقتی که موسی علیه السلام عصا را به دریا زد، به حکم خدا و به قدرت خدا دریا متوقف شد و راهای به اندازه تیرهای بنی اسرائیل که 12 تیره بودند از وسط آب برای اونها باز شد و آب مثل دیواری ایستاد. موسی علیه السلام دستور داد که از داخل دریا بروید، از اون طرف رد بشید. بنی اسرائیل با سرعت تمام رفتند و زمانی که بنی اسرائیل به انتها رسیدند و خارج شدند، موسی علیه السلام از خدا خواست که دیگه دریا جاری بشه، ادامه داشته باشه تا فرعونی ها نتونند بیاند. اما الله تعالی بالاتر از اون تصمیم داشت. موسی فقط تصمیم داشت که نجات پیدا بکنند، دریا حائل بشه تا اونها دیگه دستشون کوتاه بشه، بعد از اون برای همیشه برند. اما الله میخواست جلوی چشم بنی اسرائیل فرعون و فرعونیان را به کیفر اعمالشان برساند. الله تعالی فرمود که ای موسی صبر کن تا اینکه فرعونی ها آمدن دیدن که راه باز هست و اونها هم دستور دادن اسبا را انداختن در داخل دریا، همه داخل شدند، وارد شدند. و وقتی که تمام فرعونی ها در درون آمدند و هیچ کسی بیرون نیامد، الان الله تعالی به دریا دستور داد که دریا تصفیه بکند، همه را غرق بکند، همه را الله عز و جل جلوی چشمان بنی اسرائیل. یکی اینه که دشمنت را خدا از بین ببره، این کمکی هست برای تو، موفقیتی هست برای تو. اما دوم این که الله تعالی اینقدر شاد و خوشحالت بکنه که جلوی چشمان خودت او را از بین ببرد. دشمنی که سالهای سال موجب شکنجه، موجب اذیت و آزارت شده، خب این بسیار برای انسان لحظه شیرین تر و لحظه بهتری هست. خدای عز و جل این نعمت را هم ذکر کرده و انتم تنظرون، شما تماشا می کردید، شما نگاه می کردید و لذت می بردید. معنیش همینه که بیاد می آوردن بنی اسرائیل که این سالها اینا با ما چه کردند، الان آه و فغانشون تو آب هست و دست و پا می زنند و هیچ راه نجاتی برایشون نیست. لذا این نعمت کمی نیست بر شما ای بنی اسرائیل که خداوند بر شما انعام فرمود. پس این نعمت ها را الله ذکر می فرماید، این دومین نعمت است. الله می فرماید و اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که ما شکافتیم به سبب شما دریا را قلزم، فانجیناکم، ما نجات دادیم شما را، و اغرقنا آل فرعون، و ما غرق کردیم آل فرعون را مع فرعون، همراه با فرعون، و انتم تنظرون، و شما نظارگر بودید، شما تماشاچی بودید، شما نگاه می کردید که چطور فرعون هلاک میشه. و اذ واعدنا موسی 40 لیله، انعام سوم، بعد از اینکه الله تعالی نجاتشون داد، دشمنشون را هلاک کرد و برای همیشه اطمینان و آرامش پیدا کردند، دیگه هیچ دشمنی نداشتند، خدای تعالی فرمود که به شما دستور العمل زندگی میدم، قانون زندگی میدم که بر اساس اون یک زندگی منظم و زندگی که طبق مرضات الله باشد، طبق مرضی خدا باشد داشته باشید. و اون دستور العمل چی بود؟ تورات بود، که تورات مجموعه ای از
احکام عبادتها و دستورات زندگی بود. خب این نعمت هم نعمت بزرگی هست، کتاب زندگی، راهنمای زندگی. اما از اینجا به بعد کم کم ناسپاسی شروع میشه، ناشاکری شروع میشه. خداوند تعالی به موسی دستور داد که به طور بیاید و اونجا وحی الهی را و کتاب را دریافت کند. با زبان روزه باید 30 روز بماند و 30 روز 40 روز شد. و وعدنا موسی 30 لیلة و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلة، 40 شب. لذا این 40 شب موسی علیه السلام باید اعتکاف بماند. دریافت وحی یه شرایط خاصی دارد، بالخصوص کتاب. به همین خاطر قرآن مجید هم در ماه رمضان نازل شد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، با زبان روزه. پس وقتی که موسی علیه السلام در این مدت اونجا بود، شما بنی اسرائیل، شما افراد ناسپاس، گوساله را به عنوان خدا گرفتید. ثم اتخذتم العجل، در ابتدای این سوره عرض کردم، سوره بقره، که بقره حیوانی هست که بسیاری از اقوام امروز هم قائل به تقدس هستند، در اون زمان هم بودند. هم یهودی ها احترام می گذاشتند، هم مشرکین احترام می گذاشتند. لذا احترامی که یهودی ها گذاشتند به خاطر این جریان بود. الله می فرماید و اذ وعدنا موسی 40 لیلة، زمانی که ما وعد کردیم با موسی 40 شب، این انعام سوم است. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، سپس شما گوسال را گرفتید. مفعول دوم مقدره، اتخذتم العجل الها، مفعول گوساله را اله گرفتید، معبود، به عنوان معبود انتخاب کردید بعد از رفتن موسی. و انتم ظالمون، و شما در این جریان ظالم بودید، به دلیل شرک بنویسید. به دلیل شرک شما ظلم بزرگی و ستم بزرگی بر خود کردید. اما ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، سپس ما شما را عفو کردیم بعد از این. اما حکمت عفو چیه؟ هر جا که خدای تعالی از ما در گذر میشه، به ما مهلت میده، ما را به سبب گناهانمون نمیگیرد، نباید مغرور بشیم. لعلکم تشکرون، این حکمت عفوه. خدا که بر هر دراهه شما را نمیگیرد، خدا که هر جا مؤاخذتون نمیکنه، شما این همه اشتباهات میکنید، این لطف خداست، مهلتی به شما داره میده، شما شاکر باشید، شما برگردید به سوی خدای عزوجل، نه اینکه ادامه بدید مغرور باشید و بگید خدا نمیگیره، خدا مؤاخذه نمیکنه. پس مؤاخذه نکردن به دلیل اینکه ما شاکر باشیم. خب اینجا چگونه اونها به گوساله پرستی مبتلا شدند؟ در سوره های دیگر قرآن مجید میاد، خلاصش را عرض میکنم، چون من میخوام یک نکته ای از اینجا عرض کنم و ذکر کنم. اون اینه که موسی علیه السلام وقتی که رفت سامری، که یک مرد منافقی در میان اونها بود و به ظاهر مسلمان و به موسی علیه السلام ایمان آورده بود، از زیورالات قوم یک گوسالهی درست کرد و در این گوساله چنان فنی به کار برد و چنان تاکتیکی بازی کرد که این گوساله صدایی داشت. الان حضرت عبدالله ابن عباس و بعضی دیگر از مفسرین میگویند که اون صدا به خاطر همون اثر رسول بود، یک مشتی خاک، فنبست و هم نبذت من اثر الرسول و کذالک سولت لی نفسی
که در اثر پای اسب جبرئیل دیده بود، اون مشت خاک را برداشت و خدای تعالی امتحاناً و آزمایشاً اون گوساله را صدادار قرار داد. و مجاهد رحمه الله که یکی از مفسران است، ایشون میفرماید نه، این صدا صدای خارق العاده نبود، این صدا صدای طبیعی بود، این صدا مثل صدای آفتابه میماند، دو تا سوراخ داشته باشد، باد که بوزد از یک جا باد میزند، از جای دیگه صدا بیرون میاد. چنان حالتی پیدا شده بود و باد وقتی که میوزید صدایی از اون گوساله خارج میشد. لذا اینها سامری اونها را فریب داد که این خدایتون هست. موسی اونجا رفته، معلوم میشه که از قبل هم احترام و تقدس گاو در دل اینها بود که سامری هم شکل اون خدای فرضی را به شکل گاو درست کرد. اون نکته ای که من میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که هر وقتی که گروهی از گمراهان، اهل نفاق، اهل شرک میدان را خلوت ببینند، گرچه هارون علیه صلات و سلام بود، اما هارون برش کار موسی را نداشت، میدان را خلوت ببینند فوراً به فکر گمراه کردن مردم ساده لوح میشن. امروز هم این هست. سامری از نبود موسی علیه السلام سوء استفاده کرد. در بسیاری از حیات خلوت ها امروزه هم هستند کسانی که از سادگی مردم، از جهل مردم، از لاعلمی مردم استفاده می کنند و مردم را به گمراهی می کشند. در عقاید مردم، در افکار مردم انحراف پیدا می کنند. بعد از مدتی می بینیم که یک منطقه کلن از دست رفته و دیدگاهشون خراب شده. لذا مردم باید هوشیار باشند. مردم بالخصوص در مسائل ایمانی، در مسائل اعتقادی از هر کس نباید حرف شنوی داشته باشند. به ویژه از هر کانالی، از هر شبکه‌ای، از هر تلویزیونی باید مسائل را، بالخصوص مسائل اعتقادی را، مسائل ایمانی را از علمایی که به اونها اعتماد دارند، از کسانی که مردم اونها را پیشوای دینی خودشون میدونه، از اونها بپرسند. و اگر کسی آمد از هر طریقی میخواست وارد بشه، نباید که اینطور زود مردم فریب بخورند و حرف گوش کنند. ببینید سامری از نبود موسی علیه السلام چگونه سوء استفاده کرد و آخر نتیجه چی شد. این مردم بیچاره ایمانشون از دست دادن، بعدن تا موسی اینها را متوجه کرد و دوباره توبه کردند، تنها راه پذیرش توبه این شد که همدیگر را بکشند. یعنی اونهایی که پرستش گوساله کردند باید کشته بشند، کشته شدند تا اینکه خدا توبهشون را قبول کرد. پس گاهی انسان با کوچکترین غفلتی چنان اشتباهی میکند که ممکنه در این دنیا جبران نشه. و باز در این دنیا جبران نشه خوبه، گاهی اینطور میشه که در اون دنیایش هم برای همیشه خراب میشه. وقتی به انحراف کشیده بشه، به سوی گمراهی بره، از خیلی مواظبت میخواد. الله میفرماید و اذ وعدنا موسی 40 لیله، وقتی که ما وعده کردیم با موسی 40 شب، ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما گوساله را به عنوان معبود، به عنوان اله، به اغوا سامری، با اغوا و گمراه کردن سامری شما را، شما گوساله را اله گرفتید و انتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، سپس ما عف کردیم شما را بعد از این، لعلكم تشکرون. حکمت عف، شما سپاسگزار باشید. عف خدا برای اینه که ما شکرگزار باشیم.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ زمانی که ما دادیم به موسی علیه الصلات و السلام کتاب را و فرقان را، کتاب و فرقان، کتاب منظور تورات است، فرقان دو تفسیر داره، یا اینکه واو تفسیریه است همون تورات مراد است. فرقان معنیش جدا کننده حق و باطل، تورات یعنی جدا کننده حق و باطل به شما دادیم. لعلکم تهتدون این انعام چهارم است. اون انعام سوم بر این ختم شد که خدای تعالی شما را عفو کرد. اونجا عفو الهی، اینجا خود کتاب. یا اینکه والفرقان عطف است بر الکتاب، منظور از کتاب تورات است و منظور از فرقان معجزات موسوی هستند. موسی علیه السلام معجزات متعددی داشت، لذا این نعمت ها را دادیم، کتاب، معجزات. لعلکم تهتدون این حکمت ایتا است تا اینکه شما بر هدایت بیایید، شما مسیر را ببینید، مسیر حق را. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. حال بیان توبه بنی اسرائیل. زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم انکم ظلمتم انفسکم، یکی هست احساس مرض، یکی هست بیان مرض، یکی هست علاج مرض. موسی علیه السلام اول احساس ایجاد میکند در قوم که شما باید حس کنید که شما مریض شدید. مریضیتون چیه؟ گوساله پرستی. درمانش چیه؟ هم بیان میکنه. پس اول احساس مرض. انکم ظلمتم انفسکم، شما بر خود ظلم کردید، بر جانهایتان ظلم کردید. این احساس مرض. اما بیان مرض، باتخاذکم العجل، بابای سببی است، به سبب اینکه شما گوساله را به عنوان خدا و به عنوان اله گرفتید. و حال علاج این چیه؟ تجویز دوا چیه؟ فتوبو الى بارئکم، فتوبو الى بارئکم، بسوی خالقتان، بسوی بارئتان، استه دل، با دل و جان توبه کنید، دل و زبان برگردید، رجوع کنید. اما به چه صورت توبه کنید؟ توبه ما امت محمدیه علی صاحبها الفتحیه خیلی آسان است. از صمیم قلب از الله عز و جل معذرت خواهی بکنیم و عزم بالجزم داشته باشیم، عزم مصمم داشته باشیم دیگه به سوی این گناه نمی رویم. اینو میگن توبه نصوح. اگر این توبه را بکنیم، الله وعده فرموده یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. الله وعده فرموده این توبه نصوح را بکن، سیئاتت را میبخشه رب و شما را وارد بهشت میکنه. اما ببین اونجا توبه شرط داره، اون اینه که فقتلوا انفسکم، شرک کردید، الان خودتون را بکشید. چطور خودتون را بکشید؟ خودکشی نیست، بلکه اونهایی که شرک نکردند شمشیر بگیرند بزنند اونهایی را که شرک کردند، اونها را بکشند. تنها رای توبه اینه، خیلی سخت، ولی اگر غیر از این نکنید خداوند قبول نمی کند، خدا نمی پذیرد. لذا فقتلوا انفسکم، خودتون بکشید. ذالکم خیر ای یقتلوا الذین لم یعبدوا العجل الذین عبدوه، اونهایی که گوساله را نپرستیدند بکشند اونهایی را که پرستیدند. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این بهتر است نزد خالق شما
نزد پروردگار شما. فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. پس وقتی خدا به شما گفت توبه کنید، شما توبه کردید، فتاب علیکم، خداوند بر شما رجوع کرد، توبه شما را پذیرفت. انه هو التواب الرحیم، بدون شک خداوند عز و جل تواب هست، توبه پذیر هست، مهربان هست، الرحیم، اون ذات مهربان توبه شما را پذیرفت و دوباره شما را به عنوان بندگان خودش، به عنوان بندگان تائب قبول کرد، پذیرفت. اما بعد از این کاش یک ناشاکری بود، کاش یک جا کار شکنی می کردند، قانون شکنی می کردند، هر جا. بعد از این موسی علیه السلام تورات را عرضه کرد، مردم این کتاب خداست، این کتاب برای شما هدایت است، برای شما نور هست، رحمت و برکت است، به این عمل کنید، اینو در زندگیتون سرلوحه قرار بدید. اونها گفتند که از کجا معلوم که این کتاب خداست؟ شک داشتند. ما باید خودمون کلام خدایمون را بشنویم. تا اینکه موسی علیه السلام به خاطر اینکه قوم مطمئن تر بشه از خدای تعالی التجا کرد، تقاضا کرد، موافقت شد که نمایندگانی از قوم بروند در محل نزول وحی، طور. 70 نفر را تعیین کردند. این 70 نفر خبرگان بودند، بهترین ها بودند. اینها وقتی که رفتند اونجا در محل و الله عز و جل آنگونه که شأن والای الله هست، الله سخن گفتند و فرمودند که این کتاب من است، دستور من است، به این عمل کنید. اینها از همون بنی اسرائیل بودند، گفتند که لن نؤمن حتی نر الله جهرتا، ما قبول نمی کنیم، باید خدا را علنی ببینیم، باید خدا را به صورت واضح ببینیم. وقتی که باز هم بهانه آوردند، الله عز و جل ناراضی شد و خداوند صاعقه فرستاد. صاعقه صدای مهیب را میگویند که در یک لحظه همه اینها سکته کردند، جان دادند، مردند. ببینید الله میفرماید و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، زمانی که شما گفتید ای موسی هرگز ما ایمان نمی آوریم حتی که الله را ببینیم علنا، جهرة یعنی عیانا، علنا. فأخذتكم الصاعقة، صاعقه شما را گرفت و انتم تنظرون، در حالی که می دیدید که صاعقه چطور آمد. صاعقه اصلش صدای مهیب هست، همراه خودش آتش هم داره، جگرها را پاره کرد، سکته کردند، همه مردند. اما موسی علیه السلام التجا کرد، دعا کرد، خدایا، موسی پیامبران همیش به فکر ایمان هستند، از کسی واهمه ای ندارد، به فکر ایمان هست که قوم گمراهتر میشه، میگه بهترین های ما را بردی کشتی، الان آمدی از ما چی میخوایی؟ لذا موسی علیه السلام میخواست که اینها زنده بشند، اون وقت اینها بهتر گواهی میدند، یک بار از این دنیا رفتند، بهتر شهادت میدند. الله تعالی دعای موسی را پذیرفت، قبول کرد. ثم بعثناكم من بعد موتكم، این نعمت دیگر، ما شما را بلند کردیم از خواب، یعنی از مرگ، دوباره زنده کردیم بعد از مرگ شما، لعلكم تشکرون، باز هم مهلت ها را خدا میده به خاطر سپاس. گاهی یک جای زلزله میاد،
میبینیم که یک بخشی سالم، یعنی اونطوری که فکر میکنی نباید این هست بودن، نباید این مردم زنده میبودن، زنده شد ماندن. یه جایی تصادفی میشه و اون تصادف طوری هست صحنه که نباید اینجا کسی زنده میماند ولی همه زنده ماندن. اینا به خاطر اینه که لعلکم تشکرون، این مهلت ها هستن، خدا مرگ را میاره جلو چشم شما، دوباره الله عز و جل به شما مهلت میده، شاید شما شاکر باشید، از این به بعد زندگیتون تغییر بکند. ولی متاسفانه ما انسان ها اکثرا از این اتفاقات، از این حوادث کمتر درس بگیریم. باید که هر اتفاقی در زندگیمون میفته، این اتفاق قطعا یک حکمتی دارد و بزرگترین حکمتش اینه که الله میفرماید لعلکم تشکرون، شما شاکر باشید. شکر خدا عرض کردم تنها با زبان نیست، شکر خدا عملا هست. تمام واجبات و فرائض و دستورات او را به جا بیار و از تمام منهیات دوری کن، این است شکر واقعی. خب پس اینها دوباره زنده شدن. اینجا یک نکته دیگری هم خدمت شما عرض کنم که معتزله و رافضیه از این آیه استنباط میگیرند، استدلال میگیرند، میگویند که دیدار خدای عزوجل ممکن نیست، ملاقات و رؤیت الله تعالی ممکن نیست، نه در این دنیا و نه در اون دنیا. ببینید اینا به محض اینکه فقط تقاضایی را مطرح کردن با این شدت و با این عکس العمل شدید مواجه شدن، بس امکان ندارد که انسان خدا را ببیند. ما معتقدیم که رؤیت باری تعالی و دیدار الله عز و جل هم در این دنیا ممکنه هم در اون دنیا ممکنه، اما در این دنیا عملی نشده و نخواهد شد، برای هیچ کسی در این دنیا اتفاق نیفتاده و در اون دنیا برای همه مؤمنین بندگان صالح خدای عز و جل اهل بهشت اونجا ممکن هست. و الله عز و جل در آیاتی هم ذکر فرموده، در احادیث با صراحت بیشتر آمده. آیت را خواندیم هفته گذشته که خدمت شما عرض کردم، وجوه یوم اذ، همین هفته بود، ناظرتون الی ربها ناظره، چهره هایی هستند که ربشون را در روز قیامت تماشا می کنند، رب را می بینند، کیفیتش را الله می بهتر می داند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر، همان گونه که در شب 14 بدون مزاحمت برای دیگران، بدون اینکه هم دیگر را هول بدید، بدون اینکه شلوغ بشه، چطور ماه را می بینید، پروردگار را همینطور بدون زحم، بدون مشکلی در بهشت شما خواهید دید ان شاء الله. و روایت ها که تقریبا در حد تواتر هستند، لذا اینها بیانگر این هستند که پروردگار را ما میبینیم. اینجا که برای اینها صاعقه آمد به دلیل ناسپاسی بود، خدای عزوجل کتاب برایشون فرستاده، اینا به پیغمبر اعتماد ندارند. بعد از اعتماد، اینکه اعتماد نداشتند، عرض پیغمبر این بود که خدایا با خود اینها هم کلام باش. الله تعالی با خودشون هم کلام شد، مطمئن شدن. باز هم میان یک قدم جلوتر، دیگه اینها این قومی است که اگر خدای عزوجل نشون میداد خودش را، هم باز امکان داشت یه بهانه دیگری بیاره. لذا اینها راهشون و علاجشون همین چیز بود. از اینجا نمیشه استدلال گرفت که ممکن نیست خدای تعالی را تماشا کردن، دیدار کردن، رؤیت کردن. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله تعالى اشاره میفرماین به حادثه دیگر و جریان دیگر که بعد از این حادثه اتفاق افتاد. بعد از اینکه خدای تعالی تورات را به بنی اسرائیل داد، خب احکامی در تورات بود، من جمله اون احکام یکی این بود که
باید در راه خدا بجنگن تا عزت حاصل کنن، تا سربلند بشن، تا به جاه و به پست و به مقام به حکومتی برسن، حکومت از آن خودشون باشد. قوم عمالقه بر جای اصلی اینها یعنی شام مسلط شده بود. خدای تعالی دستور داد که برید با اونها بجنگید، وعده داد من شما را کمک میکنم. لذا اینها حرکت کردن به طرف شام که برند با قوم عمالقه بجنگند. زمانی که رفتند نرسیده به اون منطقه، به منطقه شام، اینها بهانه آوردند، به موسی علیه السلام گفتند اون قوم قوم قوی هست، قومی هست همه امکانات داره، ما چیزی نداریم، ما امکانات نداریم، ما توان جنگ کردن با اونها را نداریم. از جهاد و از دستور خدا سر باز زدند. هر قومی که جهاد را ترک کند، الله عزوجل اون قوم را سرگردان می‌گرداند. اونها در دنیا عزت نخواهند داشت. لذا خدای تعالی اینها را در میدانی به نام میدان تیه، به همین خاطر گفته میشه یتیهون فی الارض، در زمین سرگردان بودند. تو این میدان سرگردان بودند. سرگردان بودن به چه معنا؟ به این معنا که هیچ دستشون به هیچ جای بند نبود، نه از خودشون شهری داشتن، نه از خودشون حکومتی داشتن، نه از خودشون قدرتی داشتند. اونطوری که بعضی مفسرین گفتند، نوشتند، از صبح حرکت میکردن، میرفتن و میرفتن، شب میدیدن هنوز همون جای صبح هستن. اینا روایت های ضعیفی هستن. یتیهون فی الارض به معنای بلا تکلیفی، به معنای سرگردانی، به معنای اینکه تکلیفشون روشن نشده بود. چرا؟ به خاطر ترک جهاد. لذا در همین میدان بلا تکلیف ماندند، ارزه جنگ کردن و جهاد کردن و هم نداشتند، جلو برند. اینجا که ماندند، پیغمبر خدا در میان اینها بود، موسی علیه السلام. اینجا نه سایه‌ای بود، نه خانه‌ای بود، نه درختی بود، به اون صورت درخت‌های بیابانی و جنگلی بود. لذا الله عزوجل بر اینها لطف کرد. باز هم این احسان هفتم پروردگار است که به جای سایبان بر اونها ابر آورد، به جای غذا و خوراکی، الله تعالی دو چیز را برای اونها برنامه ریزی کرد، یکی من، یکی سلوا. من یک شیره بود که میگن سکنجبین مانند، شیره که از درختان میگرفتند، شیره بسیار مقوی، مغذی و خوش ذائقه، شبیه عسل. هر شب که میخوابیدند صبح میدیدند که از این شیره بر درختان است، هر یکی به اندازه خودش بر میداشت. و همچنین پرندهی که سلوا گفتند، پرنده سمانی، سمانی همین بلدرچین، گفتند شبیه بلدرچین یا خود بلدرچین، در همین حد قد و قواره، پرندهی که می آمد نزدیک اینها قرار میگرفت و راحت اون شکار میکردند و از گوشت اون پرنده میخوردند. لذا الله تعالی به طفیل این پیامبر که در وسطشون بود، الله بازم اینها را ضایع نکرد و سالها به همین صورت بلا تکلیف ماندند. اینجا اشاره به اون جریان است. الله می فرماید و ظللنا علیکم الغمام، ما سایه افکندیم بر شما ابر را در میدان تیه، و انزلنا علیکم المن و السلوى، و ما نازل کردیم بر شما من و سلوا را از خزانه غیب، و به گفتیم برای آنها کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه که ما به شما رزق دادیم. اما این بلا تکلیفی، و ما ظلمونا
ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله می فرماید ما بر آنها ظلم نکردیم، آنها خودشان بر خودشان ظلم کردند، خودشان بر خودشان ظلم کردند. ظلم همین بود، ترک جهاد. ترک جهاد موجب سرگردانی شد، موجب عدم عزت شد. عزتی نداشتند در دنیا، پیش اقوام جایگاهی نداشتند. کسانی که در راه الله جهاد میکنند، به وظیفه خودشون عمل میکنند، همه قدرت ها هم به عنوان یک قدرت رسمی به اونها نگاه میکنند، در هر مذاکره ای، در هر تصمیم گیری از اونها غافل نمیمانند، اونها را نادیده نمیگیرند. لذا مسلمان عزتش تا قیامت بر جهاد است و بر ادامه جهاد است. خب بعد از اینکه در این میدان ماندند، در همین میدان سالهای طولانی، در تفاسیر 40 سال هم نوشته، در این میدان سیدنا موسی علیه السلام وفات کرد، سیدنا هارون هم وفات کرد. اکثر پیرمردهای بنی اسرائیل کهن سالها هم از این دنیا رفتند، اون جوانها کم کم نسل جدید آمد روی کار. نسل جدید که روی کار آمد، الله تعالی بعد از موسی علیه السلام شاگرد و حواری خاص موسی علیه السلام حضرت یوشع را، یوشع بن نون که در بسیاری از سفرها همراه و همدم موسی علیه السلام بود، به عنوان پیامبری برگزید. و حضرت یوشع علیه السلام به این قوم گفت، به یوشع وحی شد که شما بجنگید و خدا به شما وعده داده، به شما عزت میده، به شما فتح و پیروزی میده. نسل جدیدی آمده بود و اینها از بلا تکلیفیشون رنج میبردند، اینها غیرت کردند و اینها برای جنگ و جهاد آماده شدند. پس یوشع علیه السلام اینها را برداشت و رفتن به طرف قوم امالقه، همانطور که الله وعده کرده بود. اینها جهاد کردند، درگیر شدند، الله تعالی موفقیت نصیب کرد، بیت المقدس فتح شد. بعد از اینکه بیت المقدس فتح شد، الله تعالی گفت که وارد بیت المقدس که میشید با سپاس، با شکرگزاری، با تواضع، سجده کنان. الان بعضی این سجده را گفتن، این سجده سجده وضع الجبهه علی الارض نبود، اینکه خدا گفت سجده کنید، بلکه به صورت انحنا و به صورت اینکه خودتون را کج کنید با تواضع وارد بیت المقدس بشید. اول آیات را دقت بفرمایید، بعدا نکته ای عرض می کنم. الله می فرماید و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، زمانی که ما گفتیم داخل این قریه بشید، یعنی بیت المقدس، فکلوا منها حيث شئتم رغدا، بخورید از آن هر جا که خواستی با فراخی، با فراوانی، و ادخلوا الباب سجدا، و داخل خانه و داخل باب بشید، از در وارد بشید سجد کنان، و هر وقتی که داخل میشید و قولو حتتون، حتتون ای مسئلتنا حتتون، بگوید خدایا بخشش، خدایا بخشش، اگر بخشش بخواهید، نغفر لکم خطاياكم، ما میبخشیم خطاهای شما را، و نه تنها میبخشیم، و سنزید المحسنین. این نتیجه خصوصی شکر هست، اونهایی که مخلصین باشند، احسان اخلاص، اونهایی که واقعا همه کارشون برای خدا باشد، بیش از این ما بهشون عنایت میکنیم، می افزاییم در اجر و پاداش اونها، به اونها خیلی بیشتر میدیم. خب ببینید، اولا عرض کردم که این جریان برمیگرده به زمان یوشع علیه السلام
بعد از موسی علیه السلام. اما وادخل الباب سجدا، منظور از این باب کدوم باب هست؟ گفتند که بعض گفتند شهر بیت المقدس است، باب مسجد الاقصا نیست بلکه باب شهر هست، ورودی شهر هست. پس اگر ورودی شهر باشد، مراد از سجده چیه؟ سجده انحنا هست، یعنی وقتی که وارد شهر میشی خودت را خم کن با تواضع، چنانچه علامه آلوسی نوشته والمراد بها علی المشهور احد ابواب بیت المقدس، یا بیت المقدس یکی از درهای بیت المقدس است. و آلوسی در زمان خودش میگه و تدعى الان باب حطه، امروز هم به نام حطه معروف است. و ادخل الباب سجدا و قولو حطه، باب حطه معروف است، قاله ابن عباس. ولی بعضی دیگه گفتن که بیت المقدس نیست، خود مسجد است. بیت المقدس نام شهر است. پس اگر مراد بیت المقدس باشد، پس معنیش اینه که در حالت تواضع، در حالت فروتنی وارد بشید. مثالش را من خدمت شما عرض کنم. الان ما میخواهیم بریم به مکه مکرمه، وارد شهر بشیم، آیا میتونیم با همین قبه و جبه و عمامه خودمون بریم؟ نمیشه، باید با یک حالت خاص بریم، باید حالت تواضع بریم، سرلخت، پالخت، دوتا کفن، لباس کفنی، حالت احرام. اگر اینطور بریم دم بر ما لازم میشه، جریمه میشیم، چون شهر برای ما احترام داره، برای ما ارزش داره. ولو اینکه از نظر فقه ما امروز اگر به عنوان تجارت بریم تو مکه، باز هم باید با احرام بریم، اول عمره بکنیم بعدا بریم تجارت، برای آفاقیا بیرونیا. پس ببینید این شهر احترام دارد. بر اساس این بنی اسرائیل دستور داشتند وقتی که می رفتند باید یک حالت انحنا می گرفتند. ما میگیم لبیک اللهم لبیک، با این کلمات باید بریم. اونها باید می گفتند حتتون مسئلتنا حتتون، خدای ما از تو بخشش می خواهیم. اما اگر مراد از ورودی شهر، ورودی باب مسجد الاقصا نباشد، چه بیت المقدس نباشد، خود مسجد باشد، پس اون وقت معنایش مراد از سجده چی هست؟ نماز خوندن است. یعنی وقتی که وارد مسجد میشی یه گوشه برو نماز بخونو برو. همین نماز تحیت المسجد را بعضی از فقها واجب میدونند. پس معنیش اینه که با این نماز برو، برو سجده کنو. خب این اختلاف فقه هست. اما حضرت شیخ ما، شیخ حسین علی رحمه الله، یه چیزی دیگه بیان فرموده. اون فرموده که بس ورودی نیست، بس نماز دو رکعت خوندن نیست، در حالت خم شدن نیست، بلکه اینجا الله تعالی یک صورت کلی بیان کرده. نه اینکه همون ابتدا در وهله اول وقتی که میری اونجا، اصلا بس از اون نیست چطور وارد بشید چطور وارد نشید، بلکه ایشون میفرماید خدای عزوجل بعد از اینکه بیت المقدس را فتح فرمود به دست یهودی ها، حال به یهودی ها گفت که ببینید این شهر را من به شما دادم، این مسکن اصلی شما، جای اصلی شما، جای آبایی و اجدادی شما، از این به بعد زندگی بکنید، برید از این شهر از نعمتهای من استفاده بکنید، بخورید. ببین قبل از این چی هست، فکلوا منها حیث شئتم رغدا،
هر جا که میخواهید بخورید با فراخی، از این نعمت استفاده بکنید. نعمت مادی دنیوی برای شما هم فراهم است. از این نعمت که استفاده میکنید وقت عبادت برید اونجا هم نماز بخونید، وادخلوا الباب سجدا، همیشه برید در داخل مسجد اونجا خدا را عبادت کنی، خدا را سجده کنی. یعنی خداوند یک دستور عادی داد، همین که من شما امروز دستور داریم اون بازار به وقت کار بریم اونجا کار کنیم، به وقت عبادت بیایم اینجا عبادت کنیم. این دستور به بنی اسرائیل داده شد، برید از رزق و روزی الله استفاده کنید، بخورید، نمازتون را هم به جا بیاورید. و قولو حتتون، همیشه از خدای تعالی مغفرت بخواید، شاکر باشید، شکرگزار بشید. اما اینها برعکس چیکار کردند؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، آنها تبدیل کردند کسانی که ظلم کردند، عناد بنی اسرائیل، قولا سخنی غیر الذي قيل لهم، غیر از آنچه که گفته شده بود به اونها. یعنی اونها به جایش سپاس ناسپاسی، به جای توحید کلمه شرک، به جای مغفرت چی گفتند؟ در روایت ها میاد به جای حتتون حنتتون گفتند. حنتتون یعنی گندم، منظور تمسخر، استهزا، اعتقاد نداشتن. حتتون حتتون معنیش بخشش بخشش، اونا میگفت حنتتون فی شعرتن حنتتون فی شعرتن. در بعضی تفاسیر اینگور آمده که گندم تو پوستش هست، تو کاهش هست. الله تعالی می فرماید وقتی که اینگونه کردند، فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ما نازل کردیم بر کسانی که ظلم کردند، رجزا من السماء، عذابی از آسمان که بیضاوی نوشته طاعونی الله فرستاد. بما كانوا يفسقون، ای به سبب فسقین، به سبب نافرمانی ها، به سبب ناسپاسی ها و گناه ها و معاصی، الله طاعون را بر اونها فرستاد و خلق کثیری از اونها مردند، هلاک شدند، از بین رفتند. پس ببینید بر هر قدم انعام الله عز و جل، اما اینها هم در هر قدم ناسپاس، ناشاکر و کفران نعمت دارند. بعد از این انعام هشتم را ما اینجا میخوانیم که الله عز و جل ذکر میفرماید. این انعام هشتم هم برمیگرده به زمان، به زبان موسی علیه السلام. این زمانی بود که موسی علیه السلام حیات داشتند، اینها نیاز به آب داشتند، از خدا آب خواستند. موسی علیه السلام دعا کرد، الله تعالی دستور داد که به وسیله عصایت به سنگ بزن، یه سنگ مخصوصی بود، چون اینجا الحجر آمده، نگفته به عصا که حجرن، یک سنگی را بزن، نکره نیاورده، الحجر سنگ مشخصی. حالا این سنگ کدوم است؟ سنگی بود که با موسی علیه السلام بود، همون که لباس موسی را برده بود، که موسی با خودش برداشته بود، که اونجا جبرئیل گفت این سنگ در آینده به دردت میخوره، یا سنگی غیر از اون بود. موسی علیه السلام وقتی که به سنگ زد، 12 تا چشمه جاری شد، هر جویی برای یکی از این تیرهای بنی اسرائیل درست شد. لذا الله میفرماید وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، زمانی که موسی علیه السلام برای قومش طلب آب کرد، استسقا کرد، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ، این انعام هشتم است، ما گفتیم، ما دستور دادیم بزن به وسیله عصایت سنگ را، فضربه، دیگه اندماج است. موسی علیه السلام زد، وقتی که دستور را به جا آورد، فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، جاری شد از آن سنگ 12 تا چشمه،
قد علم كل اناس مشربهم. الله می فرماید هر تیره میدانست اناس، مجموعه از انسان ها، مجموعه از مردم، همون تیره هست، هر مجموعه میدانست مشربهم، مشرب یعنی عینا یشربون من، یشربون من، اون چشمه ای که باید از اون بخورند، اون جویی که باید از اون بخورند. تقسیم کرد موسی علیه السلام، الله بهشون چی دستور داد؟ کلو، ای قلنا، قلنا اینجا مقدر است، ما گفتیم، یا قال، الله فرمود، رب العالمین فرمود، کلو واشربوا من رزق الله، بخورید بنوشید از رزق الله، ولا تعثوا في الارض مفسدين، و در زمین فساد کنان نگردید. لا تعثوا في الارض مفسدين حال است، حال مؤکده است. تعثوا، عثو هم گشتن با فساد را میگن، فاسد نگردید در حالی که فساد بکنید، قتل و غارت بکنید، گناه و معصیت بکنید، نگردید، شما مطیع بگردید، بندگان خوب خدا باشید. الا ای حال، این انعام سوم هست ای بنی اسرائیل بر شما، بر پدران و اجداد شما، چقدر ما به شما لطف کردیم، چقدر احسان کردیم، میریم همینطور احسانات را تا اینکه میاد به زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. و اذ قلتم یا موسی، این هم مربوط به همین است. این عرض کردم که این انعام هشتم که آب خواستند هم بیشتر علما معتقدند در میدان تیه بود. در همین میدان الله می فرماید که اینها تقاضا کردند، تقاضای خوراکی دیگری بغیر از من و سلوه. الله تعالی به اینها چنان عنایت فرمود که دیگه می گفتن غذای دیگری باشد، متنوع باشد. غذای دیگه چیه؟ سبزی و پیاز دیگه، این غذای پرنده بهشتی و این غذا و این منی که معلوم نیست الله عز و جل چه تقویتی و چه ویتامینی در اون گذاشته بود، دیگه اینها را نمی زیبید، مناسب اونها نبود. برای اونها عرض کنم که همین غذاهای معمولی دهاتی دیگه مناسب بود. اونها از موسی این خواستن، و اذ قلتم یا موسی، زمانی که شما گفتید ای موسی لن نصبر على طعام واحد، ما صبر نمی کنیم بر یک نوع غذا، همیشه همین یک غذا هست و ما از این غذا دلمون گشته. فدع لنا ربك يخرج لنا، باز مطالبه از پروردگارت بخوا برای ما که یخرج لنا، برای ما بیرون کند، مما تنبت الارض، از اون بقولاتی که زمین می روید، من بقلها، این من بیانیه هست، بیان من ما هست، اونی که در زمین می روید، مثل چی؟ من بقلها، سبزیجات و قثائها، خیار چنبر به اصطلاح، و فومها، فوم بعضی گفتن گندم، بعضی گفتن سیر، و عدسها، و عدس و بصلها، و پیاز، یعنی سیب و پیاز میخواستند به جای گوشت، به جای حلوا، به جای من، به جای اونم گوشت پرنده شکاری، قومی که ناسپاس باشد. واقعا اینها برای او لایق است، اینها برای او مناسب است. موسی علیه السلام ناراحت شد و موسی تذکر داد چقدر شما ناشاکرید. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا شما تبدیل میکنید الذی هو ادنا، اون نعمتی که پایین تر است به اون نعمتی که بهتر است؟ پایین تر یعنی سیب و پیاز میخوای در مقابل گوشت پرنده شکاری؟
این همه لطف خدا را چرا ناشاکری؟ اهبطوا مصرا، این اجابت الهی است. خدای عزوجل از این جبنده عرض کردم معلوم میشه که این که میگوین 40 سال سرگردان بودن میرفتم میامدن، نه، اینا بلا تکلیف بودند، از خودشون هیچی نداشتند. خدای تعالی دستور داد خب برید برای این مردم، برای بقیه مردم زمین دارند، آب دارند، کشاورزی دارند، برید برایشون کار بکنید، برید مزدور بشید، کشاورز بشید، برزگر بشید، برای خودتون سیب و پیاز درست کنید. اهبطوا مصرا، فرود بیایید، پایین بیایید، یعنی بیایید پایین کناره شهری، فإن لكم ما سألتم، این دیگه سیب و پیاز از آسمان برای شما نمیباره، برید خودتون بیل بزنید، منش اینه، فإن لكم ما سألتم، برای شماست اون چی که بخواهید، من نبات الارض، هر چی که بخواهید خب کار کنید، زحمت بکشید، در بیارید. این قوم ناشاکر را، این قوم ناسپاس را که خدا بر اون این همه احسان میکند، باز هم ناشکری میکند. الله تعالی با چه کلماتی ذکر میفرماید؟ الله میفرماید و ضربت علیهم الذلت والمسکنه، بر آنها ذلت و مسکنه زده شد، یعنی فیصله شد، اینها در دنیا ذلیل، المسکنه خار، و باءوا بغضب من الله، در دنیا ذلیل و خار، در دنیا از خود هیچ استقلالی ندارند و نخواهند داشت، اما در آخرت و باءوا بغضب من الله، اینها رجوع کردند به غشمی، به غضبی از جانب الله، شده مغضوب علیهم، به غضب من الله میشه همون مغضوب علیهم، بر اینها غضب الهی است. چرا؟ علت خیلی مهم است. ذلك علت، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله، این دلیل اول است. این ذلت، مسکنت، خشم و غضب الهی به سبب این بود که آنها کفر کردند به آیات الهی. یکفرون به آیات الله، دلیل اول اینه. و یقتلون النبیین بغیر الحق، دلیل دوم اینه که آنها میکشتند انبیا را بنا حق. بنی اسرائیل دستشون خون آلود بود به خون پاکترین انسان ها، انبیاء خدای عزوجل، خیلی انبیاء را اینها شهید کردند. الله تعالی یاد میکند اونها را. معلوم میشه که هر قومی اگر ظلمی بکند، هر قومی جنایتی بکند، اثرات اون جنایت را اولاد و نسل اونها هم میبیند، و هر قومی اگر نیکی بکند، احسانی بکند، انشاءالله در آینده در بعضی از آیات توضیح میدیم در جاهایی که این مطلب ثابته، اثرات خیر را نسلش و اولادش هم میبیند. یعنی شما اگر انسان صالحی باشید، انسان عابدی باشید، انسان مطیعی باشید، یقین بدان که این صالح بودن شما، این خوب بودن شما، اثراتش در نسل شما هم خواهد بود، بر اونها خدا لطف میکند، مال، جان، دین اونها را خدا محفوظ میدارد. اینجا الله میفرماید اینا کفر میکردن به آیات الهی و نبیین ربنا حق کشتند. چرا؟ ذالک، این علت العلت است. نکته که خیلی تأکید دارم و میخواهم توجه شما را به اونجا متوجه بکنم، این نکته هست. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، چرا کفر کردند؟ چرا انبیا را کشتند؟ این هم علتی داشت، علت العله، این به خاطر عصیان بود، به خاطر گناه بود. و کانوا یعتدون،
و به خاطر تجاوز بود، قوم متجاوز بودند. ببین اسیان کجا و قتل انبیا کجا، گناه کجا و قتل انبیا کجا، گناه کجا و کفر کجا. گناه عددی حساب نمیشه در مقابل کفر. اما و کانو یعتدون، همیشه اعتداء، گناه، تجاوز بود. مطلب اینه عزیزان، همون طوری که یک انسان نیکی کوچک را دست کم نمیگیرد، نیکی کوچکی انجام میده، این نیکی کوچک سبب میشه که نیکی های بزرگتر هم بکنه، صاحب توفیق بشه. مثلا شما یک کاری که در حد مستحبه انجام میدید، الله عز و جل راضی میشه، خوشنود میشه، الله تعالی به شما توفیق میده که شما واجبی را انجام بدید. رفته رفته شما واجبی را انجام میدید، الله خوشنود میشه، الله به شما توفیق میده که جهاد بزرگی انجام میدید، کاری از شما خدا میگیره که در حد جهاد عظیم هست. این به سبب چه؟ به اون جایگاه، اون توفیق استثنایی را از کجا پیدا کردی؟ از اینکه حسنات کوچک را نادیده نمیگرفتی، به حسنات کوچک پایبند بودی، به استحبابات، به مندوبات پایبند بودی، برعکس اون چیزی که بنی اسرائیل انجام میداد. برای گناهان کوچک پروا نداشتند، گناهان کوچک تبدیل می شدن به گناهان بزرگتر، بی پروایی و بی حیایی که بیاد اینطور سرایت میکنه، میره جلو. گناه بزرگتر وقتی که انجام میدادند، دیگه کارهایی که تجاوز و تعدی بود، کم کم این منجر شد به کفر، کم کم منجر شد به قتل انبیا که بزرگترین جنایت روی زمین است. پس نیکی کوچک را هم دست کم نگیریم، گناه کوچک را هم دست کم نگیریم. بس اوقات ما فکر میکنیم یک گناه معمولی هست، این ما را کم کم میبره، جرأت ما را زیاد میکنه، بزرگترش را انسان انجام میده، بزرگترش را که انجام میده جرأتش بیشتر میشه، بزرگترش را انجام میده، آخر میرسه به جنایت، آخر میرسه به قتل، آخر میرسه به هر فسادی که روی زمین انجام میگیرد. این همون کسی بود که دیروز میترسید، ولی نه، کم کم جری شد، چون برای کوچکش پروا نکرد. همچنین نیکی ها، حسنات بگیر، اون کوچکش را اگر انسان ترک بکند، بزرگش را هم ترک می کند. اما اگر بر کوچکش پایبند باشد، توفیق به اون جاهای کلان هم خواهد داشت. داستانی معروف هست که کسی بود که خلاصه چشمش را حفاظت نکرد. الان اگر این داستان واقعی است که واقعی هست، تو کتاب ها نوشته، اگر واقعی نیست ولی تمثیل خوبی هست، درس خوبی هست، چشمش را حفاظت نکرد، عاشق شد، از اونجا کم کم شیطان بردش، شیطان برد، آخر اون زن گفت که با اون زن ارتباط گرفت، گفت تنها راهش اینه که شوهرم را بکشی، قتلم کرد شوهرش را. ببین رفته رفته میره، آخر شوهرش را میکشد، العیاذ بالله باش زنا هم میکند. بعد از این به جای میرسد که به زندان میفته، آخر شیطان میگه میخوای نجات پیدا کنی، بیا من سجده کن، شرک هم بکن، آخر سجده هم میکنه تا نجات بیابد، ولی نه، آخر هم اعدام میشه. منظور اینه که یک گناهی کوچک میکنه، آخر این گناهی کوچک منجر میشه به کار بی عفتی، منجر میشه به کشتن انسانی، منجر میشه به عرض کنم شرک و شیطان پرستی تا بر بالا. پس گناهان کوچک را هم نباید نادیده بگیریم و نیکی ها و حسنات کوچک را هم نباید از دست بدیم. خداوند برای ما داستان تعریف نمی کنه، اینا درس هستند برای ما.
اینها برای ما الگو هستند که باید از اونی که بده بپرهیزیم، از اونی که خوبه محکم با چنگ و دندان بگیریم. الله می فرماید ذالک بانهم کانوا یکفرون، این به سبب این است که آنها کفر می کردن به آیات خدا و یقتلون النبیین بغیر الحق و انبیاء را بنا حق می کشتن. چرا؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. علت الاله، کفر به سبب این بود که عصوا، نافرمانی کردن، و کانوا یعتدون و تجاوز کردن. این مطلبی که بنده عرض کردم در تفسیر ابو سعود با این جملات و با این تعبیر هست. ای جرهم العصیان و التمادی فی العدوان الى ما ذکر فی الکفر و قتل الانبیاء. مفهوم آیه این هست که بنی اسرائیل را کشاند. چه چیزی کشاند اونها را؟ عصیان، گناه و گناهکاری، و التمادی فی العدوان، و این که همیشه تعدی می کردن، همیشه تجاوز می کردن. این اونها را کشاند و برد به کجا؟ الى ما ذکر من الکفر و قتل الانبیاء، به کفر و به قتل انبیاء کشاند اونها را. بعد این بزرگوار نتیجه می گیرد فإن صغار الذنوب اذا دوف ما علیها، گناهان کوچک وقتی که بر اون گناهان مداومت بشه، همیشه انسان انجام بده، عدت الى کبارها، این باعث میشه که انسان گناهان بزرگ هم انجام بده. کما ان مداومت صغار الطاعات، چنانچه یک انسانی بر کارها طاعتهای کوچک، همه طاعتها بزرگن، منظور از نظر حکم یعنی بر استحبابات، بر طاعتهای کوچک مؤدیتن الى تحری کبارها، این باعث میشه که انسان به کبار هم برسد، یعنی توفیق کبار را هم داشته باشد. پس این بود علت الاله. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، خب تا اینجا ما چندین تعدی، ناسپاسی، ناشاکری از یهود خواندیم، هنوز هم ادامه داره، نوع دوم بعدن میاد. اما در وسط الله عزوجل یک قاعده کلیه و ضابطه کلیه بیان میفرماید، اون اینه که دار و مدار بر یهودیت و مسیحیت و غیره نیست. هر که یهودی بود بده، هر که مسیحی بود بده، یار کسی که خودش را صابی میگفت مثل مشرکین، بلکه دار و مدار نجات بر ایمان و ایمان به خدا و روز آخرت و عمل صالح است، و دار و مدار بدبختی به کفر و به نافرمانی خداست. اینکه اسمت یهودی باشه، اسمت مسلمان باشه، این کافی نیست، عمل برایت مهمه. لذا الله می فرماید ان الذين امنوا، امنوا این لقب کی هست؟ امت محمدی علیه السلام. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، بدون شک کسانی که امنوا، خودشان را مؤمن و مسلمان میگویند، والذین هادوا، و کسانی که یهودی شدند، لقب امت موسویه، و النصارى لقب امت عیسویه، اونهایی که نصرانی شدند، و الصابئین، و الصابئین کسانی که خودشان را امت ابراهیمی میگویند. دار و مدار بر این القاب نیست، دار و مدار نجات، فلاح، موفقیت بر چیه؟ من آمن بالله والیوم الآخر، هر کسی که ایمان به خدا و روز آخرت دارد، ایمان به خدا و روز آخرت، معاد، و عمل صالحا، و هر کسی که عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، الله می فرماید برای آنان اجر و پاداششان نزد پروردگار هست.
ایمان به خدا مبدع، روز آخرت معاد، و بعد از ایمان قوه عملیه، عمل صالح. خب فلهم اجرهم عند ربهم، این جلب منفعت. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، و هیچ خوفی بر آنان نیست و آنان غمگین نخواهند شد، درباره آینده خودشون هیچ دغدغه‌ای نخواهند داشت، هیچ خطری اونها را تهدید نمی کند، دلشون قرصه، چون که ایمان و عمل صالح دارند. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، بعد از این ضابطه کلی خدای عز و جل بعضی دیگر از خباثت های یهود را بیان می فرماید. یکی دیگر از خباثت های یهود این بود که بعد از اینکه 70 نفر رفتند و 70 نفر کلام خدا را شنیدند، سائقه اونها را گرفت، مردند، دوباره الله زنده کرد، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، زندهشون کرد، دوباره آمدند پیش قوم، گفتم بله کلام خداست، کتاب خداست. قوم دیگه یقین کرد، باور کرد، از قبلم یقین داشت، بهانه گرفته شد. قوم بعد از اون شروع کرد به عمل کردن. اما وقتی که به احکام تورات رسیدند، عمل برایشون مشکل بود، سنگین بود. یه قومی که تنبل بار آمده بودند، لاابالی بودند، الان بیایند یک نظمی بگیرند و پایبند دستوراتی بشند. لذا وقتی که عمل را شروع کردند، گفتند نه، از ما نمیشه، ما نمیتونیم به این عمل کنیم. بعضی اینو نوشتند، بعضی نوشتند که همون نمایندگان که برگشتند همونها تعدی کردند، همونها اضافه گفتند. اونها گفتند که خدای عز و جل گفته کلام من است، اما عمل کردن اختیاریه، اجباری نیست، هر کی میخواد عمل بکنه عمل بکنه، هر که نخواست نکنه. بعدن اونا که دیدن احکام تورات را، گفتن ما نمی کنیم، برای ما مشکل است. وقتی که اینو گفتند، الله تعالی کوه طور را بلند کرد، بر سر اونها قرار داد. طور از جایش برکنده شد و آمد روی شهر اونها، روی جایی که زندگی می کردند. الان گفت، خدا گفت که شما عمل می کنید یا نه؟ موسی علیه السلام، همه به سجده افتادند، همه گفته اشتباه کردیم، غلط کردیم، از این به بعد عمل میکنیم. و تفاسیر همین طور میاد که به سجده افتاده بودند، با گوشه چشم نگاه میکردند و ترس و وحشت تمام بدنشون را فرا گرفته بود. بعد از اینکه تعهد دادند، الله تعالی کوه طور را سر جایش بود. خب الان بعضی ها از مفسرین خیلی اندک اینن به صورت کنایه نوشتن، گفتند اینکه کوه طور را بلند کرد خدای تعالی، این کنایه بر این است که اونها را مجبور کرد، نه اینکه حقیقتا طور را بلند کرد. اما اکثر مفسران معتقدند که این به معنای حقیقیش هست. برای ما این کارها مشکل است، برای خدا که چه مشکلی هست؟ مگر همین الان چه توجیه میکنید؟ 70 نفر کشته شدند، ثم بعثناکم من بعد موتکم. خب این برای ما امکانش نیست. من بیایم از عقل خودمون همه چیز را، از فیلتر خودمون نگذرانیم. خدا چی گفته؟ کلام خدا همین میگه که رفعنا فوقکم الطور، ما کوه طور را بر بالای سر شما قرار دادیم. معنای اصلیش هست، نیازی به توجیه نداریم. لذا الله می فرماید و اذ اخذنا میثاقکم، زمانی که ما پیمان شما را گرفتیم، و رفعنا فوقکم الطور، و بالای سر شما کوه طور را قرار دادیم، خذوا ما آتیناکم بقوة
تشریح میثاق، خذوا ما آتیناکم، ما به شما گفتیم بگیرید آنچه که به شما دادیم، بقوت، با قوت، با قدرت، و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، آنچه که در این احکامی که در این کتاب هست یاد کنید اونها را، شاید تتقون، ای تتقون عقاب الله، از عذاب الهی شما نجات پیدا کنید. یک مسئله هست، یه اشکالی هست و شبهی هست قطعا در ذهن شما هم خطور کرده، مگر عمل کردن به دین اجباری هست؟ خدا به ما گفته لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اکراهی نیست، هیچ اجباری نیست. چرا خدا اونها را اجبار کرد؟ یالله بیاید عمل کنید و الا کوی طور را میزنم به سر شما. چرا مجبورشان کرد؟ ببینید در همه ادیان همینه که هیچ کس را ما مجبور نمی کنیم به دین، به این معنا که وارد دین بشه، وارد اسلام بشه. مثلا ما حق نداریم به یک کافر شمشیر را برداریم، کافری که اینجا زندگی میکنه، بهش بگیم یا مسلمان باش یا میکشیمت. این غلطه. لا اکراه فی الدین به این معنا هست. قرآن هم گفته فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، هر کسی میخواد ایمان بیاره، هر کسی میخواد کفر بکنه. اما باید بدانید که در آینده چی خبره. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها الى اخره، ولی برای کفار ما آتش جهنمی آماده کردیم. در دنیا مجبور نیست، ولی در آخرت خدا او را به جهنم میسوزاند. پس در دنیا برای ورود به دین، برای دخول دین اجبار نیست، اکراه نیست. هر کسی وارد میشه بسم الله، با نیت خودش، با اراده خودش. اما بعد از اینکه وارد شد، بعد از اینکه داخل شد، ثبت نام کرد در دین، خودش را مسلمان گفت، خودش را پیرو موسی گفت، بعد از اون ملزم است، مجبور است از دستورات اطاعت بکند. همیشه خدمت شما مثال عرض می کنم که ما در یک مجموعه لازم نیست بریم اونجا ثبت نام بکنیم. مثلا یک حزبی هست، این حزب برای خود شرایطی داره، من لازم نیست شرایطش را عمل بکنم. اما وقتی که رفتم عضویت حزب را پذیرفتم، نام نوشتم، آقا من جز حزب شما، بعد از اون باید شرایط اونها را بپذیرم. مثلا اونها میگن شما حزب غیر سیاسی هست، شما اجازه ندارید در هیچ جا سیاسی بحث کنید. خب من باید پایبند بشم. قبلا چرا به من نمیگفتن؟ چون قبلا نرفته بودم، وارد حزبشون نشده بودم. الان که وارد حزب شدم، مجبورم از تا زمانی که میخوام تو حزب بمانم از دستوراتشون اطاعت بکنم. شما اینجا بیرون آزاد هستید، هر لباسی میپوشید، هر شکلی، هر مدلی انتخاب میکنید. اما بعد از اینکه رفتید در پادگان ثبت نام کردی به عنوان یک سرباز، بعد از اون شما هر چی دلت خواست نمیتونی بگی که من مدل موام میخوام اینجوری باشه. نه، اونجا باید طبق اونها مویت را اصلاح بکنی. اونجا بگی که من این لباس را میپوشم، نه، اونجا باید لباس فرم اون را بپوشی. ببین در مجموعه بعد از این که رفتی باید قوانین اونجا را بپذیری. یا مثال حوزه خودمون، شما که این حوزه طلبه نیستید، خب بر شما از طرف حوزه اجبار نیست حتما کلاه بذار، حتما ریش بذار، حتما لباس سفید بپوش، لباس چنان بپوش، نه. اما وقتی که آمدی ثبت نام کردی با اراده خودت، با نیت خودت، الان که آمدی، الان مجبوری ضوابط ما را بپذیری. الان حق نداری مثلا از ساعت فلان به بعد از حوزه خارج بشی، الان حق نداری بدون کلاه باشی فلان. لذا باید ضوابطی که اونجا میپذیری باید بهشون عمل بکنی. پس ها کذا، اینها که وارد یهودیت نشده بودند،
وارد دین نشده بودن، لازم نیست نبود بر تورات عمل کنند. الان که وارد شدند باید به تورات عمل کنند. الان غیر مسلمون ها اینجا لازم نیست که حتما از دستورات ما اطاعت بکنند. اما بعد از این که اونها آمدند و مسلمان شدند، حکومت اسلامی موظف است اونها را بگه که مثل مسلمان ها عمل کنند. اونها حق ندارن بعد از اینکه مسلمان شدند در نهار رمضان، در روز رمضان بیان روزه بخورند. اگر بخورند تنبیه میشند. قبلا که مثلا غیر مسلمان بودند این اجبار بر اونها نبود، اما الان که مسلمان شدند باید عمل بکنند. من مثالی در کتابی دیدم، همیشه خدمت طلاب عرض میکنم تا مسئله تفهیم بشه. غالبا ابن جوزی نوشته داستانی که یکی از قضات بود یا یکی از استانداران یکی از بلاد اسلامی در زمان یکی از خلفای عباسی، دوستی داشت مسیحی، همیشه با هم رفت و آمد داشتن. این دوستش این مسیحی گفت که من از روزی که با مسلمانان آشنا هستم، آداب رسوم مسلمانان را، تفکرات و دیدگاه های اسلامی را میبینم میشنوم، خیلی اسلام را دوست دارم، به اسلام علاقمندم هستم، ولی فقط یک چیز مانع هست که مسلمان نشم. گفت چیه؟ گفت من عادت معتاد شرابم، عادت به شراب دارم، شراب نوشم، مسلمان که بشم دیگه نمیتونم شراب بخورم، لذا به خاطر شراب فقط من مسلمان نمیشم. این حاکم، این استاندار یا این قاضی، هر که بود، آدم زرنگی بود، گفت که خب کاری نداره، الان فعلا حاکم منم، در رأس منم، شما اسلام را قبول کن، بعد از اینکه اسلام را قبول کردی برو شرابت را هم بخور، نادیده میگیریم. گفت خوبه، بس پیشنهاد خوبی هست. مسلمان شد و بعد از مسلمان شدن نیت کرد که هنوز به شراب ادامه بده. بعد از اون حاکم، اون قاضی اون خواست، گفت ببین دوست عزیز، تو دوست من هستی، الان با اراده خودت آمدی مسلمان شدی، الان که مسلمان شدی باید احکام اسلام را پایبند باشی، هرچی که اسلام گفته باید پایبند باشی، من این اجازه را ندارم، من اگر گفتم هم اشتباه گفتم، من این اجازه را ندارم که حکم خدا را و دستور خدا را اجرا نکنم، لذا الان که مسلمان شدی اگر شراب خوردی 80 ضربه شلاق میخوری و اگر دوباره برگشتی به مسیحیت مرتدی، کشته میشی، لذا الان هر راهی را که دوست داری انتخاب کن. اون دیگه منت کار بکنه، مجبور شد بماند و به مسیحیت هم بر نگرده و الا کشته میشد، شراب را هم ترک بکنه. بس ببینید، آمدن با اراده خود، با اراده خودت که آمدی دیگه راه برگشت نداره، بعد از اون باید به احکام پایبند باشی. بس این از این قبیل است. اینا یهودی ها یهودی شده بودن، دین موسی را پذیرفته بودن با اراده خودشون، اما الان عمل نمی کردن، عمل نکردن، الله تعالی کوه طور را بر سرشون آورد. ثم تولیتم من بعد ذلک، الله مرض دیگر بیان می فرماید، سپس شما برگشتید بعد از این، فلولا فضل الله علیکم و رحمته، یعنی باز هم به تورات عمل نکردید، باز هم سرباز زدید، ولی خدا شما را عذاب نداد، خدا بر شما فضل کرد. الله می فرماید فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا بر شما نبود و رحمت الله نبود، بنویسی بالامهال و تأخیر، که هم شما را مهلت داد و هم تأخیر.
لکنتم من الخاسرین، البته شما می شدید از خاسرین، از زیانکاران. خب ولقد علمتم الذین اعتدوا، یکی دیگر از جنایت های یهودی ها، حیله درست کردن برای محرمات، کارهای حرام. این جریان حیله هم معروف است که این در زمان حضرت داوود علیه الصلاه و السلام بود. روستایی داشتم به نام ایله، حمزه، اهل ایله. خب اونا روز مقدس و روز تعطیل برایشون روز شنبه بود. در روز شنبه اجازه نداشتن کار بکنن، اجازه نداشتن درآمد داشته باشن، روز عبادت بود، لذا کناره دریا بودند و اجازه ماهیگیری هم نداشتن. تا اینکه اینها چیکار کرد؟ خدای عزوجل اینا رو امتحانم کرد. گاهی الله امتحانم میکنه، گاهی انسان میبینه امتحان خدا را. بگم بعضی جوان ها میان میگن که ما هیچ راهی برای ازدواج ما نیست بغیر از اینکه بریم قرض الحسنه، نه قرض سودی بگیریم، وام سوددار بگیریم. یا میگه ما هیچ راهی برای مسکنمون نیست مگر اینکه بریم از این طریق وارد بشیم، وام بگیریم، سود بدیم. میگیم این امتحان الهی هست. بقیه راه را خدا میبنده، فقط همین راه حرام جلو انسان است. انسان در امتحانه. اگر انسان اینقدر ایمانش قوی باشد بتونه خودش را کنترل بکنه، انشاءالله الله فرج هم برای این انسان میاره و در این امتحان موفق هم میشه. و اگر موفق هم نشد، اگر راه برش باز نشد، فردا وقتی که از این دنیا بره خب مسکن داشته نباشه، مشکلش چیه؟ ولی پیش خدای عزوجل سر بلنده که مرتکب حرام نشده. گاهی ما هم در چنین امتحانات گرفتار میشیم. لذا اینها بیچاره ها طوری بود که روز شنبه ماهی ها سر آب می آمد. روز شنبه روی آب بود، اینقدر ماهی بود، اینها دلشون می خواست ولی نمی تونستن. و یوم لا یثبتون لا تأتیهم، روزی که شنبه نبود اصلا خبری از ماهی نبود. از صبح تا شب تور می انداختند، عرض کنم قلاب می انداختند، یک ماهی هم گیرشون نمی آمد. امتحان همینه. لذا اینها چیکار کردن؟ بیا حیله بکنیم. حیله امروز تو شهر ما، تو بازارهای ما حیله زیاد هست. خیلی مردم میبینیم که حیله میکنن برای چی؟ برای من ربا، معاملات سودی. یک نفر دیگر را میارند که اون یک نفر دو ریال هم ندارد تو جیبش، لذا یه معامله سوری درست میکنند، این به اون میفروشه، اون باز به اون میفروشه، دوباره به اون میفروشه. ماشینش را به صورت عرض کنم که وامی گویا میده به 40 میلیون، بعد نقد میگیره از طریق اون آقا میگیره به 30 میلیون، گویا به اون 30 میلیون داد، بعد از 10 ماه 40 میلیون ازش میگیره، 10 میلیون سود با یک حیلهی که خودشون هم میدونند. استفت گای گای از ما میپرسه، ما میگیم استفت قلبک، برو از قلبت بپرس، واقعا مطمئنی؟ کار خلافی انجام ندادی؟ به این صورت لذا حیله میکنن مردم. اینا هم همین حیله را کردند. حوضچه های زدن کنار دریا، کنار رودخانه، و روزهای شنبه وقتی که ماهی زیاد بود جورا باز میکردن، همه میرفتن تو اون حوضچه ها، راه را میبستن، دیگه فردا یک شنبه میامدن شکار میکردن راحت، دیگه تو حوضچه شون بود. الله عز و جل گفت شما حیله میکنید، شما با خدا دارید که کلک بازی میکنه، الاعاذ بالله. خدا میگه شنبه شکار نکنید، شما به اون شکل داری شکار میکنید. لذا الله اینها را تبدیل به میمون کرد. الله میگه بخانید آیه را. الله میفرماید ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، همانا شما میدانید کسانی را که تجاوز کردند
تعدی کردند از شما در روز شنبه به اصطیاد الحیتان با شکار کردن ماهی ها. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، ما به آنها گفتیم باشید میمون ذلیل، قردة خاسئین، میمون های ذلیل و خار. ببین میمون حقیقتا میمون شدن. یا گاهی انسان بر کسی عصبانی میشه میگه میمون، شاید خدای عزوجل به این شکل داره میگه. جمهور معتقدن حقیقتا میمون شدن. و ظاهر القرآن انهم مسخوا قردة على الحقيقة، ظاهر قرآن اینه که حقیقتا اینها میمون شدند. و على ذلك جمهور المفسرین، و هو الصحيح، جمهور مفسرین همین اعتقاد را دارند و صحیح هم همینه. به صورت خلاصه عرض کنم، آیا میمون های امروز از همون نسلند؟ نخیر. ولم یعیشوا اکثر من ثلاثه ایام روح المانی، اونها از 3 روز بیشتر زنده نماندند. بعد از اینکه تبدیل به میمون شدند، زبان بسته نمیدونستند چیکار بکنند، تا 3 روز زنده ماندند. بعد از 3 روز الله اونها را مرگ داد، موت داد، همه مردند. هر قومی را که خدا مسخ بکند 3 روز بیشتر اونها را زنده نمیگذارد، بعد از اون میمیرند. لذا الله میفرماید فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، ما به آنها گفتیم که شما میمون ذلیل باشید. فجعلناها نکالا لما بین یدیها، الله می فرماید ما این را قرار دادیم، چرا؟ تلک العقوبه، این عذاب را، این را ما قرار دادیم عبرتی، لما بین یدیها، برای اونهایی که جلویشان بود، یعنی اون مردمی که در عصر اونها زنده بودند، در شهرها و روستاهای دیگه بودن، همه شنیدن که اهل ایله تبدیل به میمون شدن، برای اونها عبرتی شد. و ما خلفها، و اونهایی که پشت سر میان من الامم، برای ماها، برای ما باید اینها عبرت باشند، برای ما باید درس باشند، و ما باید یاد بگیریم که این گونه حیله بازی با خدا و با احکام خدا داشته نباشیم. و همچنین موعظة للمتقین، این داستان یه داستان سرگرمی نیست، برای اهل تقوا چیه؟ موعظه هست، پند هست، باید ما از این نوع داستان ها پند بگیریم و اعمال خودمون را اصلاح بکنیم، خودمون را درست بکنیم. الله عز و جل توفیق عمل عنایت بفرمایید. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا از عذابت، از عذاب در دنیا و عذاب در آخرت حفاظت ما بفرما. اله العالمین گرفتار ما نگردان. پروردگارا این واقعات را، این جریانات را برای ما موعظه بگردان، همان گونه که فرمودی موعظه للمتقین، ما را از زمره اون متقین بگردان و باعث درس باشد برای ما در زندگی، و در زندگی یاد بگیریم که چگونه عمل بکنیم. پروردگارا ما را از گناه، از معصیت حفاظت بفرما. پروردگارا ما را از کاری که تو را ناراضی می کند محفوظ بفرما. اله العالمین دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما. پروردگارا ایمان ما را کامل بفرما، دنیا ما را صالح بفرما، رزق حلال نصیب ما بفرما، و دین کامل به ما عنایت بفرما. صحنه ای که فردا داریم، موضوع انتخابات، به خیر ما بگردان، به خیر کشور ما، به خیر شهر ما، اونچه که خیر ما هست اون از صندوق در بیار. پروردگار لطف بفرما بر مردم ما و دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما. اله العالمین پروردگار مشکلات ما را حل بفرما، اموات و گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما، مریضان را عافیت عنایت بفرما، وسیله آزادی زندانیان پروردگار فراهم بفرما، مشکل داران، هر کسی هر مشکلی دارد مولا،
مشکلش را حل بفرما. پروردگارا بی اولادان را اولاد نصیب بفرما. کسانی که در صدد ازدواج هستن زمین ازدواج فراهم بفرما. کسانی که مشکل مالی دارن از در غیب بهشون بده. اله العالمین به همه بندگانت بده اون چی که میخواهن، چیزی از ملکت کم نمیشه. اله العالمین پروردگارا خاتمه ما با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان، این درس را به بارگاه خودت قبول بفرما و اون چی که بخیر ما هست در این درس جلوی ما قرار بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك الله.